در ارتباط با انتصاب افراد با پس زمینه فساد گسترده مالی در دولت پزشکیان در این لحظه گفتگویی داریم با آقای سعید آگنجی، روزنامه‌نگار از هلسینکی فنلاند. درود بر شما. شما در یک اداره به عنوان یک کارمند ساده بخواید استخدام بشین، باید گواهی عدم سوء پیشینه بیارید. این افراد با این پرونده‌های فاسدشون و فسادهایی که بسیار بزرگ بوده، سابقه بازداشت دادن، چطور اینا به مدارج بالا منصوب میشن؟ ببینید، فساد در ساختار جمهوری اسلامی نهادینه شده و تبدیل به یک ریشه ای شده که حتی درمان اون برای خودشون اگر هم بخواهن ممکن نیست. افرادی که منتسب شدن در شرایط فعلی از حلقه‌های نزدیکی خود آقای پزشکیان هستن و آقای طیب نیا، یعنی آقای دبیری، از افراد حلقه علوم پزشکی که با آقای پزشکیان بوده و حضور پیدا کرده و خب به تر نادیده گرفتن پرونده ها و فسادهایی رو که دارن از سوی کسانی که میخوان در حلقه اطرافیانشون باشن، امر ریست برای تمامی مقام جمهوری اسلامی امر طبیعی شده. آقای پورمحمدی هم در حلقه نزدیکان، یعنی از شاگردان آقای طیب نیا بودن و فسادهای گسترده‌ای نه تنها در این موضوع، حتی برادرزاده خدای طیب نیا در فولاد هم پرونده 90 هزار میلیاردی که مسکوت موند و در خفا رفت و هیچ صحبتی نشد و راکت موند نقش داشته. در نتیجه حلقه های فساد در بین مقامات جمهوری اسلامی هم نیست که ریشه ایست و ساختارمنده و تک تک اونها که حالا چه وزرایی که در حال حاضر میخوان منتصب بشن، چه کسانی که در جایگاه های مدیریتی کلان قرار گرفتن، در حال پرونده هایی رو دارن که اجتناب ناپذیره و خب آقای پزشکیان هم در شرایط فعلی باید افراد معتمد به خودش رو بگذاره بدون نادیده گرفتن از اون پرونده های فسادی که در اختیار دارن یا حتی جاری است. خب وقتی که یک مجموعه بزرگی میگه که همیشه فاسدان از فاسدان دفاع میکنن، یه مجموعه مثل مجلس یا خیلی از مقام های دولتی الان پرونده های فسادشون مشخص هستش و بعد چشم میپوشن بر فساد دیگران، یعنی خودشون هم به نوعی در این مقوله هستن، و برای چی اصلا این فسادها مطرح میشه؟ ببینید، تصفیه حساب‌های سیاسی و تصفیه حساب‌های اقتصادی که در جمهوری اسلامی در جریان موجب افشای پرونده ها میشه، پرونده هایی که حالا در گذشته هم نستم من بخشیش رو افشا کنم در مورد فسادهای ساختاری که در جمهوری اسلامی هست، این هست که تصفیه حساب‌هایی که بین رقبای اقتصادی سیاسی در تصفیه کلان در جمهوری اسلامی وقتی رخ میده، موجب میشه پرونده ها افشا بشه، فساد ها وارد بشه و مشخص بشه. حالا مثل همون بحث چایدش که 3000 میلیارد بود، اینها در اثر این تصفیه حساب هاست و الا جمهوری اسلامی قصد واقعی به منظور مبارزه با فساد نداره. یعنی که اگر که قرار باشه که بخوایم این رو قرار بدیم که دستگاه قضایی قصد واقعی و جدی برای مبارزه با فساد داره، چنین چیزی عملا یک دروغ بزرگه. در نتیجه پرونده هایی که افشا میشه و مجبور میشن که حالا واکنش نشون بدن به دلیل ابعاد گسترده‌ای که رسانه ها اونها رو گسترش میدن و موجب واکنش میشه، به این دلیل هست که خب در شرایط فعلی مجبور میشن در مورد اون فسادهایی که حالا در اصل تصفیه حساب‌های سیاسی و اقتصادی که گروه های رقیب با هم دارن واکنش نشون بدن، و اگر واکنش نشون ندن به زیر سوال بردن کلیت خودشونه. شما میبینید که توی یک پرونده 3000 میلیارد دلاری برای فرضاً یک وزیر سابق یک حکم خیلی کمی میچینن. من داشتم خبرهای شما رو در مورد بحث حقوق بشر نگاه میکنم و برای یک سری دانشجو حکمهای 10 سال 5 سال اجرا میشه و خب این بیانگر این هست که قصد و نیت واقعی رو قوه قضاییه و حتی حاکمیت جمهوری اسلامی برای مبارزه با فساد نداره.